سوال 28، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح میباشد؟ خب باید دونه دونه گزینه‌ها رو بخونیم ببینیم که غلط هست رو بذاریمش کنار. جنس موادی که در عمق 3300 کیلومتری تو عمق 3300 کیلومتری میشه هسته خارجی قرار گرفتن، با جنس موادی که در عمق 450 کیلومتری زمین قرار گرفته اند یکسان است. تو عمق 450 کیلومتری گوشته زیرینه، جنس گوشته زیرین با هسته خارجی یکسان نیست. پس گزینه یک رو در واقع چیکار میکنیم؟ حذفش میکنیم. گزینه دو، حالت موادی که در عمق 220 کیلومتری زمین قرار گرفتن. خب حالت مواد تو عمق 220 کیلومتری، تو عمق 220 کجاست؟ گوشته میانی، خمیرکره. چون از 100 تا 350 در واقع گوشته میانی یا خمیرکره است. خب تو عمق 220 کیلومتری میشه گوشته میانی، حالتش با حالت موادی که در عمق 4400 کیلومتری زمین قرار گرفتن یکسان است. خب اینم غلطه، چون تو عمق 4400 کیلومتری مواد کاملا مذابن، میشه هسته خارجی، اما در گوشته میانی مواد حالت خمیری دارن، پس حالتش یکسان نیست. این رو هم حذفش میکنیم. گزینه 3، جنس موادی که در فاصله 1200 کیلومتری از مرکز زمین، توی 1200 کیلومتری از مرکز زمین هنوز توی هسته هستیم، از مرکز 1200 میشه هنوز تو هسته ایم، جنسش با جنس موادی که در فاصله 2000 کیلومتری از سطح زمین، 2000 کیلومتری از سطح زمین که میشه گوشته زیرین، تو گوشته ایم، جنس گوشته با جنس هسته یکسان نیست. پس گزینه 3 هم در واقع چی میشه؟ حذف میشه. اما گزینه 4، حالت موادی که در عمق 1500 کیلومتری زمین قرار گرفتن، تو عمق 1500 کیلومتر کجاست؟ توی گوشته زیرینه، حالتش چیه؟ جامد. با حالت موادی که در فاصله 150 کیلومتری از مرکز زمین، تو 150 کیلومتری از مرکز در واقع کجا هستیم؟ توی هسته داخلی هستیم. حالت هسته داخلی جامده، حالت گوشته زیرین هم جامده. بله حالتش یکسانه. پس گزینه صحیح در واقع میشه گزینه 4.